کیک سیب و گردو از کتاب کیک. آرد رو دوباره علک می‌کنیم. بیکینگ پودر، جوز هندی و نمک رو به اون اضافه و کاملا مخلوط می‌کنیم. گردوها رو به مدت 10 دقیقه توی فر قرار میدیم و بعد از اونها رو کاملا ریز خرد می‌کنیم. سیب بدون پوست و مکعبی خرد شده رو با کمی آرد مخلوط می‌کنیم. کره، شکر سفید و شکر قهوه‌ای رو با هم مخلوط می‌کنیم تا تغییر رنگ بده. تخم مرغ‌ها رو یکی یکی اضافه می‌کنیم و بین هر بار اضافه کردن کاملاً مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم. در آخر اسانس وانیل رو اضافه می‌کنیم. مخلوط آرد رو طی 3 مرحله به تخم مرغ‌ها اضافه می‌کنیم و در حد مخلوط می‌کنیم تا اثری از آرد دیده نشه. ماست و روغن مایه رو اضافه می‌کنیم و با لیسک مواد رو مخلوط می‌کنیم تا کاملاً یک دست بشن و در آخر به ترتیب سیب و گردو رو اضافه می‌کنیم و مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم. کف قالب رو چرب می‌کنیم و مایه کیک رو درون قالب قرار می‌دیم. برای درست کردن رویه کیک، کره، پودر قند و دارچین رو با هم مخلوط می‌کنیم و اون رو به طور یک دست روی مایه کیک پخش می‌کنیم. قالب رو در فر قرار می‌دیم، بعد از پخت اون رو در دمای محیط قرار می‌دیم تا خنک بشه و بعد اون رو سرو می‌کنیم. نوش جان. سلام عزیزان، میدونم که خیلی از شما منتظر بودین تا کتاب کیک به دستمون برسه. حالا میخوایم با هم یه نگاهی داشته باشیم به مطالبی که توی این کتاب آموزش داده شده. در اول یک مبحثی رو داریم به نام مقدمه که تمام نکات، تکنیک و راز و رمزهای درست کردن کیک به شما آموزش داده شده و هر جایی هم که لازم بوده از تصاویر استفاده شده تا براتون قابل لمستر باشه. کیک های اسفنجی به روایت سانستانیا رو داریم که از معروف‌ترین هاشون میتونیم کیک تایوانی رو نام ببریم. یه سری کیک های معروف مثل کیک جنگل سیاه و کیک های ژله‌ای رو داریم. کیک شیفون، رولت پایه، پانت کیک ها و یک مبحث بی نهایت جذاب این کتاب چیز کیک ها هستش که به راحتی میتونین این چیز کیک ها رو توی این روزهای پاییزی درست کنیم و لذت ببریم. دستورات بسیار جدید هستن و متفاوت و به راحتی میتونین توی خونه اونها رو تهیه کنین. یه سری تارت ها داریم که واقعا دستورات بی نظیری هستن، مثل تارت مون بلانک، برانی ها، کیک های شکلاتی میتونن انتخاب خیلی مناسبی برای روزهای پاییزیمون باشن و یه سری کیک های شکلاتی خیلی جدید. موس کیک ها رو داریم، کیک های پسته، گردو، کیک سیب و گردو، بادوم و گلابی، کیک های خرمایی و کشمشی و این کتاب از تنوع خیلی بالایی برخورداره و به راحتی میتونین دستوراتش رو توی خونه تهیه بکنین. امیدوارم که خیلی سریع این کتاب رو تهیه بکنین و از درست کردن اون برای عزیزانتون لذت ببرین.